حالا نمیدونم دلیلش چیست، باید از کسانی که در واقع این شایعات رو مطرح میکنن در واقع سوال بشه، ولی من فکر میکنم انتشار این شایعات میتونه هم حیثیت افراد رو خدشه‌دار بکنه و هم به هر حال در افکار عمومی به گونه خوب جلوه نکنه. من خواهشم اینه که اگر کسی مطلبی رو داره باید حتما بر از مراجع رسمی سوال بکنه، مطمئن بشه نسبت به خبر و مسئله رو مطرح بکنه. عرض کردم در ارتباط با بررسی صلاحیت ها هنوز به طور قطعی هیچ نظر نهایی از سوی شورای نگهبان اعلام نشده و هنوز هم ما در حال بررسی هستیم. چه توصیه‌ای دارید به عنوان یک حقوقدان به افرادی که اگر احیاناً رد صلاحیت بشن، چون گمان زنی و صحبت‌هایی رو دارن در فضای مجازی مطرح می‌کنن؟ ببینید، من قبلاً هم توضیح دادم اصولاً در بحث ریاست جمهوری ما رد صلاحیت نداریم، احراز صلاحیت و شرایط رو داریم و کسانی که صلاحیتشون احراز نمیشه، امروز هم در جلسه این تأکید شد، برخی از آقایون هم نظر رو داشتن، به مفهوم این نیستش که برای پست‌های دیگر و برای جای دیگه صلاحیت ندارن. اینجا فقط بررسی صلاحیت و احراز صلاحیت برای پست ریاست جمهوری هستش و افراد محترمی هستن که ثبت نام کردن، قطعا باید در واقع حرمت اونها حفظ بشه و نباید خدای نکرده مطالبی خلاف هم در رسانه‌ها به اونها نسبت داده بشه.